چرا؟ چون تنها شهریه که تحصیل رایگانه توش برای بچه‌ها با ویزای دانشجویی. اونجا بیشتر رقابت بین بچه‌های کم سن و سال خیلی پر انرژی و میان برای درس. فاکتور اول در واقع قیمت. خب توی قیمت ما یه همچین طیفی رو داریم. اینجا دانشگاه‌های جی 8 هستن. اینجا من میگم سایر دانشگاه‌ها. و اینجا کالج‌ها. توی دانشگاه‌های جی 8 شهریه که ما داریم حدوداً مینیمم 40,000 دلار تا شاید 55,000 دلار استرالی در سال باشه. سایر دانشگاه ها 29 تا بگیم 40,000 دلار و کالج سالی 5,000 تا 20,000 دلار. هر چقدر که ما به سمت طیف گرون‌تر بیایم ریسک ویزا کمتر میشه، هر چقدر ارزون‌تر بکنیم ریسک ویزا بیشتر میشه. توی یک تا دو ماه گذشته بین سایر دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های جی 8 ریسکی تفاوت ریسکی دیده نشده. یعنی با هر سنی که ما امتحان کردیم ریسک ویزا برابر بود، همشون بین 90% تا 95% ویزا بودن توی سایر دانشگاه‌ها. ما وقتی می‌خوایم انتخاب بکنیم باید بدونیم که توی کدوم رنج می‌خوایم بازی کنیم. دانشگاه جی 8 دانشگاه گرونیان، دانشگاه‌هایین که معمولاً بچه‌های کم سن و سالتر توش درس می‌خونن. معمولاً ممکنه یکی با سن بیشترم بره، ولی اونجا بیشتر رقابت بین بچه‌های کم سن و سال خیلی پر انرژی و میان برای درس. چینی‌ها اونجا زیادن و کلاً درس خونترا بیشتر میرن سمت جی 8. طبیعتاً کمتر تایم کار پیدا کردن اینجا داریم، چون تمرین‌ها بیشتره، هوم ورک‌ها و اسایمنت‌ها در سطح بالاتری داده میشه و احتمالاً تایم کمتری برای حالا کمی زندگی و کار داریم. سایر دانشگاه‌ها کیفیت خیلی خوب، اما به نسبت دانشگاه جی 8 فشار رو ما نیست، ولی همچنان خب به هر حال سختی خودشو داره دانشگاه. دانشگاه های مثل ECU، وولنگانگ، مکوئری، دیکین، نیوکاسل، دانشگاه خیلی خوب استرالیان که تو این طیف قرار میگیرن. خارج این دانشگاه جی 8 اون 32 تا دانشگاه دیگه تو این طیفن. و کالج هم که خب این روزها ریسکش روی 50%. ما کسی داشتیم 24 ساله رد شده، داشتیم 37 ساله همه هفته پیش قبول شده کالج، کاملا بی حساب کتاب. این در واقع یک جدولیه که ما باید ببینیم کدوم طیف رو میخواییم، که شما میرین جلوتر مشاور رو، مشاوری که اجرایی میخواد انتخاب رشته بکنه گیج نشه، اونجا خیلی سریع بهش میگین که آقا من تو طیف سایر دانشگاه ها میخوام انتخاب کنم یا من تو طیف جی 8 میخوام انتخاب کنم. مسئله بعدی الان شما به این فکر کنین که کدوم طیفی، من ازتون میپرسم. مسئله بعدی مسئله شهره، کدوم شهر میخواییم درس بخونیم. فاکتورهایی که ما در انتخاب شهر داریم چند تا فاکتوره. یکی این که آیا اونجا دوست آشنا یا فامیل یا دوست و آشنا داریم یا نه، میتونه مؤثر باشه واقعا حضور فامیل و دوست و آشنا تو اون شهر. یکی دیگه این که ما میخوایم ریجنال باشه یا نباشه. همه شهرهای استرالیا غیر از مرکز ملبورن، مرکز سیدنی، مرکز بریزبن ریجنال حساب میشن. حالا ریجینال بودن چه پوینتی داره، چه خوبیایی داره، چه بدیایی داره. خوبیش اینه که، یعنی پوینت مثبتش اینه که یک سال اگه سن اون زیر 35 باشه در زمان فارغ التحصیلی، یک سال ویزای بیشتر فارغ التحصیلی بهمون میدن. ویزای فارغ التحصیلی 2 ساله، اگه ریجینال باشه 3 سال بهمون ویزا میدن، پست گریجوییت ویزا برای کسایی که سنشون زیر 35 سال هست در زمان فارغ التحصیلی. حالت مثبت دیگه ای که داره ریجینال اینه که در کسی که در ریجینال درس میخونه 491ش میتونه گزینه قوی تری باشه براش بعدن، یعنی علاوه بر اینکه گزینه‌های 189 هم میتونه داشته باشه برای اسکیل ورکر، یه گزینه 491 هم اکتیو تر براش میتونه اونجا باشه. باز به معنی گارانتی نیست،
به معنی گارانتی نیست، اما به معنی اینه که گزینه 491 رو احتمال بیشتری میتونه داشته باشه به نسبت کسی که اونجا نیست. منفی ریجنال چیه؟ منفی ریجنال اینه که شهر کم جمعیت تره. البته الان رو نقشه استرالیا نشون میدم بعضی شهرهای استرالیا مثل پرت با اینکه ریجنال هم ولی 2 میلیون جمعیت داره، ولی ریجنال های دیگه هستن که مثلا دانشگاه دیکین در شهر جیلان کنار ملبورن یه شهر 200,000 نفریه، نیوکاسل شهر کوچیکیه، وولنگانگ شهر کوچیکیه. پوینت منفیش اینه که ممکنه تو این شهرهای کوچیک کار اگه بخوایم کار پیدا کنیم کار برامون سخت‌تر پیدا شه. بازم هرچند که یه نفر میتونه تو جیلانگ باشه بره ملبورن کار کنه، توی وولنگانگ باشه بره سیدنی کار کنه، ولی اگه این کارو بکنه اون آپشن living and studying in regional area رو از دست میده، چون دیگه رفته توی شهر اصلی کار کرده دیگه، اون آپشن از دست میده. پوینت مثبت در واقع ریجنال، بازی پوینت مثبت دیگه ای که داره اینه که 5 امتیاز امتیاز تحصیل در مناطق ریجنال بیشتر داره. ما با تحصیل تو استرالیا 5 امتیاز میگیریم، ریجنال باشه 10 امتیاز میگیریم، چون 5 تا بیشتر داره ریجنال. اینا پوینت های مثبتشه. اینم میتونیم بگیم پوینت منفیش کار شاید پتانسیل، اینه که میگم شاید ها، پتانسیل کمتر کار به خاطر جمعیتی که داره، شاید. اینم که هرچند خیلی ها رفتن ریجنال و میگن اتفاقا اینجا فرصت های بهتری هست برای کار، پس تگی داره به رشته، به جزئیات بیشتر. فامیل دوست و آشنا ریجنال بودن که این پوینت هایی که داره کمک میکنه که ما شهر رو انتخاب بکنیم. یکی دیگه از پوینت هایی که بهش توی انتخاب شهر به ما میتونه رو ما تاثیر بذاره آب و هوا هستش. آب و هوا توی در واقع نقشه استرالیا اگه ما بخوایم بررسی بکنیم یا اگه همچین نقشه ای رو در نظر بگیریم، این میشه تاسمانیا، اینجا میشه پرت، من اسم شهر رو می‌نویسم، حالا اینم هوبارت مرکزش رو می‌نویسم، اینجا میشه داروین، اینجا میشه ادلاید، اینجا میشه بریزبن، اینجا میشه سیدنی، اینجا میشه کمبرا، اینجا میشه ملبورن. این نقشه استرالیا است. ما یه سه شهرهای ریجینال داریم که اطراف این شهرها هست. مثلا در شهر ریجینال کنار ملبورن شهر جیلانگو داریم، کنار سیدنی شهر وولنگ، این پایین وولنگانگو داریم، این بالا نیوکاسل رو داریم، بریزبن گولد کوست رو داریم. اینا این قرمزا، بذار اینا رو قرمز کنن، ادلید، کمبرا و هوبارت و داروین. این آبیا غیر ریجنال هم قرمزا ریجنال هم. خب نگاه کنیم، مثلا یه جیلانگ ما داریم که 1 ساعت با ملبورن فاصله داره، 1 ساعت و 15 دقیقه فاصله داره، ریجنال حساب میشه، دانشگاه دیکین اونجاست. نیوکاسل رو داریم 2 ساعت و 15 دقیقه با سیدنی فاصله داره، دانشگاه نیوکاسل اونجاست. وولنگانگ رو داریم 1 ساعت و 15 دقیقه بودن تا 30 دقیقه با سیدنی فاصله داره، دانشگاه وولنگانگ اونجاست، اینا ریجنال هم. گولد کوست رو داریم، دانشگاه گریفیس اونجاست که 1 ساعت با بریزبن فاصله داره. پرت که کلش ریجناله، مثلا گولد کوست فکر می‌کنم جمعیتش بوده 500,000 نفر باشه ریجناله، پرت هم با 2 میلیون ریجناله، ادلید هم با 1 میلیون ریجناله. این دیگه میشه انتخابای ما. من داروینو پیشنهاد نمی‌کنم، تازمانیا رو فعلا پیشنهاد نمی‌کنم، ولی بقیه‌شون اوکیه به نظر من. حتی شاید کمبرا رو من پیشنهاد نمی‌کنم فعلا. به نظرم جیلانگ خوبه، وولنگانگ خوبه، نیوکاسل خوبه، پرت خوبه. در حال حاضر برای دانشجویی که تو استرالیا است و اونجا داره درس میخونه گزینه 491 وولنگانگ و نیوکاسل از همه بهتره. امروز ما نمیدونیم 2 سال دیگه چی میشه. چرا بهترن؟ چون میگه اگه دانشجو هستی همزمان با دانشجویی 6 ماه داخل اینجا اینا کار کرده باشی بدون شرط 491 میده. این فوق العاده فرصت خوبه. یه دانشجو بره اونجا کار کنه، 6 ماه کار کنه توی فیلدش، پشت سرش میتونه اقامت بگیره. همزمان. میتونه همزمان باشه. بله. 20 ساعت در هفته باشه، اوکی. و این خب خیلی اپورتونتی بزرگیه. پرت هم اوکیه، ولی این در حال حاضر از همه اولویتش بالاتره. این دوتا شهر. باز نمیدونیم، ممکنه شما بری اونجا درس بخونی، 6 ماه دیگه این قانون عوض بشه. این دست ایالت دیگه، هیچ تضمینی نیست که اینا ثابت بمونه. و از نظر آب و هوا ناکنید، این بخش از استرالیا گرمه، این بخش در واقع معتدله، کمبرای اینا کمی نسبتا سردن. سردی که میگیم با کانادا مقایسه نکنید، سرمای استرالیا داره میگیم.
و اینم میتونیم بگیم که اینم معتدله. اینا تقریبا نیمه پایینش تقریبا سرده. کسی دنبال ساحل و لباس کم پوشیدن و ایناست، این بالاها خوبه. دنبال یک هوای تقریبا متعادله، این وسط ها خوبه. کمی سرما و آب و هوای متفاوت دوست داره، مثل من که تفاوت دوست دارم و هی تجربه های مختلف دوست دارم. من ملبورنم، یه روز بلند میشی لباس تیشرت پوشیدی، دو ساعت بعدش کاپشن میپوشی، یعنی هیچ پیش بینی نمیشه کرد که چه خبر اوضاع. پرت هم که هواش خوبه دیگه، شهر میگن به شهر آفتاب تو استرالیا. این در واقع میشه ملاک های ما برای انتخاب در استرالیا. گزینه سوم ما گزینه رشته است. چه رشته ای میخوایم بخونیم؟ رشته ای که میخوایم بخونیم چیه؟ رشته چند تا مسئله اینجا مطرحه. یکی بحث اقامت مطرحه اینجا. چه رشته ای به اقامت من کمک میکنه؟ چی بخونم به اقامتم کمک کنه؟ یکی بحث علاقه مطرحه اینجا. یکی بحث محدودیت هایی که ما داریم. مثلا ممکنه شما بخوای تو سایر دانشگاه بخونی، بخوای تو شهر جیلانگ بخونی، بخوای رشته فرض کن مثلا مثلا فرض کن یا نبسه مثال پابلیک هلس بخونی مثلا، اون وقت اینجا رشته‌ای که دوست داری با اون محدودیتی که بالاتر گذاشتی نتونی مچش کنی، مجبور شی یکم تغییرات ایجاد کنی. یعنی باید محدودیت‌های رشته رو لحاظ کنیم. علاقه چی دوست داری؟ چون علاقه خیلی مهمه. این خوب نیست که همه چیز رو فدای اقامت بعدیمون بکنیم. این به نظر من خوب نیست. باید ببینیم علاقه کجاست. ولی اقامت هم باید لحاظ بشه توی این پروسه که داریم انجام میدیم، که اینم جزئیات خودش رو داره دیگه. حالا انواع اقامت‌هایی که اونجا داره و اینها. این در واقع فاکتورهایی هست که میتونه توی یه انتخاب رشته به ما کمک بکنه. چهارمین، اینو دیروز اضافه کردم به تو جلسه دیروز اضافهش کردم، زمان ورود به استرالیا. البته این خیلی ربطی به انتخاب رشته نداره راستشو بخواین، ولی اینم اگه بدونیم پازل ما تکمیل شده. تأهل و فرزندم اینجا بذاریم، اون زیر کاتگوری شهره. چرا اینو خانم هایری مطرح میکنن؟ چون اگه کسی هست اینجا بچه داشته باشه، شما چند سالشونه بچه‌تون؟ 16 و 6. الان برای اونا میخواین یا برای خودتون؟ خب شما مثلا آپشنی که ما بهتون پیشنهاد میکنیم شهر پرته. چرا؟ چون تنها شهریه که تحصیل رایگانه توش برای بچه‌ها با ویزای دانشجویی. برای همین خب مهم میشه برای شما بحث شهر اینجا. هزینه است. آره، زمان ورود به استرالیا هم مهمه. چرا؟ شما باید بدونی که میخوای الان فوریه سال بعد استرالیا باشی، الان باید زبان داشته باشی یا زود زبانتو بیاری، یا میخوای جولای سال بعد استرالیا باشی. اگه میخوای جولای سال بعد استرالیا باشی، اوکی، باز یه زمانبندی نیازه کی میخوای تو استرالیا باشی. خب مرسی از این که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم مطالب ویدیو براتون مفید بوده باشه. میخوام ازتون خواهش بکنم که این ویدیو رو لایک بکنید و در کامنت ها به ما بگید که چه مطالبی رو شما دوست دارین که اون مطالب رو براتون آماده بکنیم و در کانال آپلود بکنیم. مرسی از این که هستید. فعلاً.